یکی از مواردی که یه مقدار گنگ و عجیب هستش برای خیلی از کاربرا، این لوک فلت لاگ و رک 709 یا همون رک 709 هستش، که خب حالا تو این درس ما میبینیم چیه. من خیلی ازم پرسیده شده که آقا این مود جدید چیه، این چی آخه همه بندار اینجوری تخت تصویر میگیرن، چرا مثلا این شکلی فیلم برداری نمیکنن، این چه مرضیه، همه اینجوری هم دارن انگار ماس مالیدن به تصویر. علتش یه مشکل دیجیتال و یه مشکل کامپیوتریه که حالا تو این درس با هم میبینیم. برای توضیحش من میام توی فتوشاپ خدمتتون. اینجا ما یه رنگ سفید داریم، یه رنگ سیاه داریم و خاکستری. حالا من اینجا میام این کورف ها رو اینجا میذارم این طرف تصویر. حالا من اینجا این کورف رو این شکلی میکنم یا این شکلی میکنم، تصویر سیاه من کاملا ثابته، سفید هم همینطور. این خاکستری است که داره هی دائم تغییر میکنه. تصویر خاکستری من شما همونطور که میبینید دوچار تغییر میشه، ولی سفید و سیاه هیچ فرقی نمیکنه. در مورد رنگای دیگه چطور؟ من اگر فرض کنید شما قرمز رو اینجا توی کورف انتخاب بکنم، بگم میخوام تصویرم سبزتر بشه یا قرمزتر بشه، چی؟ باز دوباره این دوتا ثابتن. این تصویر، این خاکستری وسطی که تغییر میکنه. در مورد رنگ‌های دیگه هم باز به همین شکله. شما هیچ تغییری تو سفید و سیاه نمیبینید، ولی توی خاکستری ها کلی تغییرات ایجاد میشه. دلیلی که شما میبینید تصاویر این شکلی با درصد زیادی از رنگ ها توی فضای خاکستری نه سیاه و سفید گرفته میشن همین علته. این کالر گاموت هم شما احتمالا دیدین تا به حال، موقعی که میخواستید فرض کنید توی سیستم پریفرنسز توی دیسپلی اینجا احتمالا کالیبریت اگه زده باشید حتما اینو دیدید. اما این کالر گاموت ما چی هست اصلا؟ این در واقع رنگ هایی رو که ما اینطور شما میتونه نشون بده یا دوربین شما میتونه ثبت بکنه نشون شما میده. یکی از دلایلی که من از این رک 709 اینقدر بدم میاد و اینقدر سیستم رنگی محدودی هستش اینه که شما حالا اینجا رو اگه ببینید، این قرمزه DCI-P3ه، وسطی داخلی رک 709ه، همون استانداردی که من صحبتش رو کردیم، و همینطور که شما الان اینجوری می‌بینید خیلی محدوده، خیلی کوچیکه. به طور مثال من اگر یه عکس اینجوری گرفته باشم، همونطور که شما اینجا می‌بینید همه این سبزیایی که اینجا هستن رو دیگه نمیتونم ببینم یا موقع عکاسی ثبت بکنم، چون تمام این سبزی ها، تمام این آبی ها خارج از این محدوده رکس ارونائن هم. به طور مثال من اینجا حالا مثلا این عکس رو اگه بیام زوم بکنم رو این سبزی ها اینجا، شما میبینید در واقع یه رنگ نیست، یه تنوعی از یه سری سبز های مختلفه، زرد های مختلفه و حالا رنگ های دیگه. اینجا من اگر یه همچین چیزی داشته باشم که این هم از این رنگا رو کات میکنه، خب طبیعتاً جای همه اینا یه رنگ میذاره و تصویر من خیلی تخت میشه. اون چیزی که خیلی ازش شاکی هم میگن آقا تصویر خیلی ویدیوییه، خیلی تصویر چون حس دیجیتال داره، به خاطر همینه. شما موقع که بیاید با این کالر پروفایل تصویر برداری بکنید، خب کلی از رنگا شما موقع تصویر برداری میذاره دور و همه اینا چون تخت میشن، دیگه شما تصویری که دارید یه تصویر خیلی ناجور ویدیوییه. یه مثال دیگه من اینجا بزنم در مورد این که حالا این قضیه فیلم برداری فلت و فیلم برداری تخت اصلا چه کمکی میتونه به شما بکنه. الان شما این تصویر ببینید، اینجا من اگه این فور رو باز بکنم، یه آسمون شما اینجا دارید که در واقع آسمون بوده، الان هیچی ازش نمونده، سوخته کل تصویر. اینجا من اگر این فور رو نگاه بکنم، همه اینجاها زده 255 255 255. الان رو تصویری که شما می‌بینید نمی‌دونم چقدر وقت خونده بشه ها، ولی تمام این تیکه اینجا یه رنگه و فقط
یه رنگ سفیده، هیچ جزئیات دیگه هم نداره. برعکسش اینجا فقط سیاهه. من اگه اینجا اگر از ترشولد اگه استفاده بکنم تو فتوشاپ، شما خیلی راحت میتونید ببینید تمام این تیکه تصویر الان سفید خالص شدن. حالا فرض کنید شما کامپیوتر میاد میخواد محاسبه بکنه که این تیکه رو برای شما رنگش رو کمتر بکنه یا بیشتر بکنه، یا فرض کنید عوض بکنه، چون کلش یه تیکه است و چون کلش یه رنگه و کلش یه عدده، همون مثلا فرض کنید شما، ما بگیم یک سفید، کلش مثلا یکه. حالا کامپیوتر موقعی که میخواد یه عدد رو توی این ضرب بکنه یا ازش کم بکنه، همه اینا یک 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 یک. اگر به طور مثال من بیام اینجا لول رو، این سفیدی ها رو کم بکنم، شما میبینی کلشون با هم جابجا میشن و یه رنگ تخت یه تیکه خیلی زشته که قشنگ برشه. علتش اینه که کامپیوتر میاد میگه خب من یکو الان تقسیم میکنم تو دو، کل اینا میشن نیم. برعکسش تو سیاهی ها دقیقا باز همین بلا میاد سر تصویر. به خاطر همینه که شما باید تصویرتون رو توی محدوده خاکستری نگه دارید. اوور اکسپوز شدن و سفید شدن یه تیک از تصویر و اینی که تصاویر شما اینجوری تخت نباشن و تمام جزئیاتشون از بین بره، خیلی 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 اتفاق بدیه تو کامپیوتر، چون دیگه راه برگشتی واسش وجود نداره. اینجا به طور مثال من الان سه تصویر دارم. این تصویر اول سونیه، تصویر A7 2 هستش که با لاگ 3 سونی فیلم برداری شده، تصویر تخت، همون چیزی که دقیقا خیلی بدش اومد، میگن هی بابا این تصویر انگار ماست مالیدن روش. این تصویر زمانیه که شما توی فاینال کات اون اس لاگ 3 رو اپلای میکنید به تصویر. حالا این تصویر سوم اون چیزیه که من این تصویر تخت لاگ رو برشم کالر کورکت کردم. حالا دوباره ما برگردیم سراغ بحث RX 709. الان شما موهای این پسره رو ببینید، خیلی از سیاهی های اینجا شده یه رنگ و شده یه تیکه و شده تخت. سفیدی های اینجا هم باز به همین شکل. اگه من بیام اینجا توی این تصویر فلت هم نگاه کنم، اینجا کلی از این جزئیات هست، اینجا هم کلی از این جزئیات هست. به خاطر این موقع که من اصلا رنگش بکنم، دیگه شما اینجا یه تنوع رنگ خیلی لطیف خوب دارید، تو موهای این آقا پسرم بازی سری جزئیات دارید که میتونید باش بازی بکنید. ولی اگه یه همچی چیزی باشه، رکس 709 باشه، دیگه هیچی نیست، همشو کامپیوتر من یکی کرده رفته. حالا یا صفرن همشون که سیاه هن، یا همشون یکی هن که سفید هن. به خاطر همین این رکس 709 واقعا چیز مزخرف داغونیه. من خیلی مشکل دارم باهاش، واقعا من متاسفم که الان دارم این چیزها رو اینجوری میگم و اینا، ولی خب دیگه بدم میاد چیکار کنم دیگه. در مقابل یه نکته هم بگم که حالا شاید لزومن به این درس ربط نداشته باشه، ولی بد نیست دونستنش. آیمک های جدیدی که الان عرضه شدن، من الان در واقع که دارم این صحبت ها رو میکنم نوامبر 2015 است. نمیدونم شما کی دارین این ویدیو رو میبینید، ولی خب الان که ما نوامبر 2015 ایم، این آیمک های جدید اپل که رتینا 5K هستن، اینا مونیتورهاشون دیگه مونیتورهای رکس 709 نیستش. گستره رنگی که قبلا مونیتور اپل ساپورت میکرد این داخلیه بود، الان توی مونیتور آیمک جدید شده این رنگ بالاییه، گستره رنگ خیلی 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 بیشتری رو ساپورت میکنه. به خاطر همین اگر شما الان همچه آیمکی بخرید که فرضاً $1,800، $1,300ش فقط یه مونیتوریه که این گستره رنگ DCI-P3 رو ساپورت بکنه. یعنی مثلا میگم شما الان اگر بخواید یه مونیتور LG بخرید، یه مونیتور سامسونگ بخرید، یه مونیتور HP بخرید که فقط این گستره رنگ DCI-P3 رو ساپورت بکنه، که برای اصلاح رنگ، برای عکاسی، برای خیلی از کارا، برای گرافیک، برای خیلی از موارد بسیار بسیار خوبه و بسیار به درد میخوره، فقط خود مونیتورش $1,300.
اینی که شما مثلا موقعی که این آی مک رو میخرید در واقع دارید 1300 دلار پول مانیتور میدید، کل کامپیوترتون 400 دلاره حالا، یا حداقل میشه اینجوری هم روش فکر کرد. اینه که این گستره رنگا یه همچین تفاوتهایی با هم دارن، یه همچین چیزهایی دارن، و حالا در نهایت این سیاه بزرگه که شما میبینید یو اچ دی تی وی زده، یا همون اولترا اچ دی تی وی، یا همون ترکیب رنگی رک 2020، یا همون چیزی که اصطلاحا 2020 بهش گفته میشه، این خب خیلی بزرگتر از دی سی آی پی 3 هم هست که خب مانیتوری هم که هم چیزی رو ساپورت بکنه خیلی گرونتره، خیلی 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 گرونتره، و در واقع پروژکتورهای حرفه‌ای که الان توی سینماها اینجا هستش با این گستره رنگ داره کار میکنه. ولی قاعدتا اگر شما کار اصلاح رنگ دارین، یه مونیتوری هم که DCI-P3 باشه و یه همچین گروهی از رنگ کار ساپورت بکنه، طبیعتا خیلی برای کار شما مناسب خواهد.